جلد چهارم از کتاب چهارهزار واژه درس سیوم بخش داستان آخرین درس جلد چهارم دی یعنی وارسان مارتین پاول و تام ور برادرز یعنی مارتین پاول و تام برادر بودند. مارتین, مارتین پاول و تام ور برادرز مارتین پاول و تام برادر بودند. They were very different, but they were consistent about two things. اونها متفاوت از هم بودن، ولی در دو مورد ثابت قدم بودن، مسمم بودن. منظورش اینه که یک جور بودن. They were very different، اونا متفاوت از هم بودن، but ولی they were consistent about two things. در دو مورد ثابت قدم بودن مسمم بودن منظورش اینه که یک جور بودن They couldn't succeed in business and they never agreed about anything یعنی اونا نمیتونستن در کسب و کار موفق باشن و هرگز در مورد هیچ چیزی هم نظر نبودن They couldn't succeed in business اونها نمیتونستن در کسب و کار موفق باشن and they never agreed about anything و هرگز در مورد هیچ چیزی هم نظر نبودن مارتین was a hard working farmer growing organic vegetables and raising poultry مارتین یک کشاورز سخت کوش بود که سبزیجات ارگانیک پرورش میداد و تیور بزرگ میکرد مارتین واز هارد ورکینگ فارمر مارتین یک کشاورز سخت کوشت بود Growing organic vegetables که سبزیجات ارگانیک پرورش میداد اند raising پولتری و تیور بزرگ میکرد But he was disorganized and forgot to pay his bills. ولی اون نامنظم و بی برنامه بود و فراموش میکرد صورت حساباشو پرداخت کنه یا یعنی اینکه قبضاشو پرداخت کنه کلمه بل به معنی صورت حساب یا قبض هستش بچه ها But ولی he was disorganized یعنی اینکه اون نامنظم و بی برنامه بود and forgot to pay his bills و فراموش میکرد صورت حساباشو پرداخت کنه قبضاشو پرداخت کنه پول اوند تکستایل فکتری دت پردوست کلوز پاول مالک یک کارخونه پارچه و بافندگی بود منظورش کارخونه نساجی هستش که لباس درست میکرد پول اوند تکستایل factory، پول مالک یه کارخونه پارچه و بافندگی بود دت پردوست کلوز که لباس درست می کرد. greedy and too اون سازمان یافته و منظم بود یا همون organized بود ولی حریص بود و زیاد لباس برمی داشت منظورش اینه که برای خودش زیاد لباس برمی داشت He was organized. اون organized بود سازمان یافته و منظم بود but he was greedy ولی حریص بود and took too much clothing و زیاد لباس بر داشت منظورش اینه که برای خود زیاد لباس بر داشت his wardrobe was filled with his own products میگه کماده اون پر بود از محصولات خودش his wardrobe یعنی کماده او was filled with یعنی پر بود از his own products یعنی محصولات خودش تام واز وانس سارجنت این دی آرمی هی ران ا مارشال آرتس سکول بات هیز استانس آن دیسپلین واز سو استرانگ هی هاد آلموست نو استودنتس تام زمانی یک گروهبان ارتش بود او یک مدرسه هنرهای رزمی رو مدیریت میکرد ولی موضع اون در مورد نظم زیاد سفت و سخت بود اون تقریبا هیچ شاگردی نداشت تام واز وانس سارجنت این تام زمانی یک گروهبان ارتش بود هی ران مارشل یعنی اون یه مدرسه یا هنرهای رزمی رو مدیریت میکرد but his stance on discipline was too strong ولی موزه اون در مورد نظم زیاد سفت و سخت بود He had almost no students اون تقریبا هیچ شاگردی نداشت کلمات بنفش این پارگراف رو بخونیم Consistent یعنی ثابت قدم مسمم Organic یعنی ارگانیک پولتری یعنی تیور ماکیان بل یعنی صورت حساب قبض تکستایل یعنی بافت پارچه وردروب یعنی کمود لباس یا مجموع لباس های آدم سارجنس یعنی گروهبان مارشل یعنی رزمی نظامی ستنس یعنی موزه دیدگاه One day they received a telegraph saying that their father had died. یه روز اونا تلگرافی دریافت کردن که میگفت پدرشون مرده بود. One day roze, they received a telegraph یعنی اونا تلگرافی دریافت کردن saying that که میگفت their father had died پدرشون مرده بود They were heirs to his old farm یعنی اونا وارث مزرعه قدیمی او بودند They were heirs to his old farm اونها وارث مزرعه قدیمی او بودند They planned to sell it as soon as possible یعنی اونا برنامه ریختن تا در اولین فرصت ممکن اونو بفروشن یا به محض اینکه تونستن اونو بفروشن They planned to sell it، یعنی اونا برنامه ریختن، اونو بفروشن، as soon as possible، یعنی در اولین فرصت ممکن، یعنی به محض اینکه تونستن. So they went to see it، even though there was a terrible storm. بنابراین حتی با اینکه طوفان بدی در جریان بود، رفتن اونو ببینن. so بنابراین they went to see it رفتن اونو ببینن مزرعه رو ببینن even though یعنی yani حتی با اینکه there was a terrible storm یعنی yani طوفان بدی در جریان بود طوفان بدی وجود داشت the house didn't look great but there was a lot of land خونه ظاهر خیلی خوبی نداشت ولی زمین زیادی وجود داشت The house یعنی خونه didn't look great یعنی ظاهر خیلی خوبی نداشت but ولی there was a lot of land یعنی زمین زیادی وجود داشت There was so much in fact that they could barely see its boundary میگه در واقع اونقدر زمین زیاد بود که اونا به زحمت میتونستن مرزشو ببینن در واقع سو ماچ این فکت این در واقع اونقدر زمین زیاد بود دت که دی کود برلی its boundary اونا به زحمت میتونستن مرزشو ببینن کلمات بنفش این پاراگراف رو بخونیم تلگراف یعنی تلگراف ار یعنی وارث باوندری یعنی مرز سادنلی د ستورم گات ورس ناگهان یا یهویی طوفان بدتر شد سادنلی یهویی د اون طوفان گات ورس بدتر شد The sheer force of the winds almost knocked them over میگه فقط نیروی بادش نزدیک بود اونها رو نقش زمین کنه یا یعنی اینکه تقریبا اونا رو نقش زمین کرد the sheer force of the wind یعنی فقط نیروی بادش almost knocked them over یعنی نزدیک بود اونها رو نقش زمین کنه یا یعنی اینکه تقریبا اونا رو نقش زمین کرد مارتین said look it's a typhoon مارتین گفت نگاه کنید این یک گردباد است مارتین said مارتین گفت look نگاه کنید it's a typhoon این یک گردباد است پاول said no it's a cyclone پاول گفت نه nah, این یک چرخه باد است Paul said, پاول گفت نو نا نه ایتس سایکلون این یه چرخه باد است تام سد نو ایتس تورنیدو تام گفت نه nah, این یه گردباد است یه تورنیدو است تام سد تام گفت نو نه ایتس تورنیدو این یه تورنیدو است یه گردباد است They argued until Paul began to wail and said, Whatever it is, it's coming right at us. We're doomed. <applause> یعنی اونا بس کردن تا اینکه پاول شروع به شیون کردن کرد و گفت هر چی هست درست داره به سمت ما میاد مرگ ما حتمیه منظورش اینه که به چوخ رفتیم ببین دی آرگیود اونا بس کردن انتیل پاول بیگن تو ویل اند سید تا اینکه که پاول شروع کرد به شیون کشیدن و گفت Whatever it میگه هر چی که هستش It's coming right at us. درست داره به سمت ما میاد وردومد یعنی مرگمون حتمیه به چوخ رفتیم The three brothers scrambled inside the old house میگه اون سه برادر به سرعت داخل اون خونه قدیمی رفتن. The three brothers یعنی اون سه برادر scrambled inside the old house یعنی به سرعت داخل اون خونه قدیمی رفتن. Martin said if we survive we must stop fighting. مارتین گفت اگه زنده موندیم باید دست از دعوا برداریم. مارتین said مارتین گفت If we survive اگه ما زنده موندیم must stop fighting باید دست از دعوا برداریم This farm could be great If we fix it up یعنی اینکه اگه ما این مزرعه رو درست کنیم میتونه عالی باشه This farm could be great یعنی این مزرعه میتونه عالی باشه ایفی فکس داب اگه ما درستش کنیم ویس مای هارد ورک پاوز ارگانیزیشن اند تامز دیسپلین وی کود ران ا گریت بیزنس توگیدر میگه که با کار سخت من قدرت سازماندهی پاول و نظم تام میتونیم با همدیگه کسب کار بزرگی رو بگردونیم With my hard work با کار سخت من Paul's organization سازماندهی پاول and Tom's discipline و نظم تام We could run a great business together یعنی ما میتونیم با هم دیگه کسب و کار بزرگی رو بگردونیم The storm finally ended and luckily it didn't wreck the farm. میگه طوفان سرانجام تموم شد و خوشبختانه مزرعه رو خراب نکرد. The storm finally ended اون طوفان سرانجام تموم شد and luckily و خوشبختانه it didn't wreck the farm یعنی اون مزرعه رو خراب نکرد. کلمات بنفش این پاراگراف رو بخونیم شیر یعنی کامل مطلق محض معنی فقط هم میده بچه ها تایفون یعنی گردباد سایکلون یعنی گردباد تورنیدو یعنی گردباد بچه اینا هر معنی گردباد میده هر کدومشون یه نوعی از گردبادن ویل یعنی شیون کردن دومد یعنی محکوم به شکست یا نابودی scramble یعنی سریع و از روی درموندگی به جایی رفتن Just think, Martin said It took the chaos of a typhoon to bring us together یعنی مارتین گفت فقط فکرشو بکنید هر جو مرج ناشی از گردباد لازم بود تا ما رو گرده هم بیاره منظورش اینه که تا ما رو با هم متحد کنه Just think, مارتین said. مارتین گفت فقط فکرشو بکنید. It took the chaos of a typhoon. یعنی فقط هر مرج ناشی از گردباد لازم بود to bring us together که ما رو گرده هم بیاره یعنی اینکه ما رو با هم متحد بکنه Paul replied You mean a cyclone brought us together Paul جواب داد منظورت اینه که یه چرخند یا یه سایکلون یا یه گردباد ما رو گرد هم آورد یا یعنی اینکه ما رو با هم متحد کرد پاول ریپلاید پاول جواب داد You mean a cyclone منظورت اینه که یه سایکلون یا یه چرخند یا یه گردباد برات اس together ما رو گرد هم آورد یا یعنی اینکه ما رو با هم متحد کرد تام said دیدنت Did I tell you both that it تام گفت به جفتتون نگفتم که این یه پیچند بود یا یه تورنیدو بود یا یه گردباد بود تام سد تام گفت didn't I tell you both یعنی اینکه آیا من به جفتتون نگفتم that it was a tornado که این یه تورنیدو بود یه پیچند بود یه گردباد بود the brothers never agreed on what kind of storm it was یعنی اون برادرها هیچ وقت سر اینکه اون چه نوع طوفانی بود توافق نکردند. The brothers یعنی اون برادرها never agreed on هیچ وقت توافق نکردن سر اینکه what kind of storm it was اون چه نوع طوفانی بود but by combining their skills they started a successful farm ولی با روی هم گذاشتن مهارت هاشون مزرعه موفقی رو راه انداختن بات ولی با کمباینینگ در skills با روی هم گذاشتن مهارت هاشون یا با ترکیب کردن مهارت هاشون they started a successful farm یعنی اینکه اونا مزرعه موفقی رو راه انداختن کلمه بنفش این پاراگراف هستش کیاس به معنی هرج و مرج کیاس پایان فصل چهار روزتون بخیر خدا نگهدار